و ما خبر آخر نشست پیروان ادیان با حضور نماینده مرکز شیعه امام علی علیه السلام در ایالت ویرجینیای آمریکا برگزار شد در این نشست دوستانه نمایندگان ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت درباره چگونگی ترویج فرهنگ صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز از منظر دین خود سخن گفتند. در این نشست حجت الاسلام شیخ مصطفی آخوند نماینده مرکز امام علی علیه السلام با اشاره به آیه 13 سوره حجرات گفت خداوند در قرآن کریم نه تنها فقط مسلمانان بلکه تمام پیروان ادیان آسمانی را به صلح فراخوانده است وی سپس با قرائت آیه 32 سوره ماده افزود دین اسلام بر این باور است که اگر به جان شخصی گرفته شود مانند آن است که تمام افراد یک جامعه کشته شده اند و اگر شخصی از مرگ نجات یابد به مانند آن است که تمام جامعه از مرگ رهایی یافته است حجت الاسلام آخون سپس با اشاره به قضایای فتح مکه و رفتار سلحامیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و, و آله با دشمنان خود افزود اسلام حقیقی منتقدین و حتی مخالفین خود را آزاد گذارده و با رعایت حقوق انسانی جامعه به همگان آزادی بیان می دهد. پس از سخرانی های نمایندگان ادیان مختلف در این نشست میان ادیانی جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد که نتایجی مطلوب را در پی داشت. است مرکز اسلامی امام علی علیه السلام در ایالت ویرجینیا از مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه حضرت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو هست که اقدامات ارزشمند در خصوص معرفی دین اصیل اسلام در این ایالت از آمریکا انجام داده است